سلام، رقیه اکبریستم، مال افغانستان. شغل من خانه‌داریست. تازگی ها شروع کردیم به کار رستورانداری، که رستورانداری هم نمیشه، یک جای بسیار خورده گرفتیم و شروع کردیم به فعالیت و غذای افغانستانی درست میکنیم. وزیر خودم میکنم و همراه دخترم و پسرم و همسرم، منطقه کارهای اصلی به عهده خودم است. غذای ما زیاد است، تنوعش زیاد است، اما از اون جایی که قابلی پلو افغانستان بسیار معروف است، دوستای ایرانی که اول میآیند برای بار اول حتما درباره قابلی پلو صحبت میکنند و دوست دارن قابلی پلو حتما تست کنند. تجربه پدرانی اربعین 2 سال، یکی سال 95، یکی هم سال 96، همراه پسر علی اکبر. نود و پنج می دیدیم تلویزیون، وقتی نگاه می کردیم برای پیاده روی اربعین، دل ما بسیار می خواست بریم، اما نمی تانستیم، چون اجازه نداشت افغانستانی ها برای پیاده روی اربعین. دولت عراق هم ویزا نمی داد و ایران هم برای خودش حتما یک قوانین داشت که اتباع افغانستان رفتنشان سخت بود. و رفتن پیاده روی اربعین مدیون حاجی آقای حسینی قومی، برنامه سمت خدا، تمام افغانستانیایی که در ایران زندگی میکنن مدیون حاجی آقای حسینی قومی هستن، که از کوشش ها و تلاش های حاجی آقا بود که افغانستانیا تانستن پیاده روی اربعین برن و مدیونشان هستیم. سختی های خود داره، اما او اشتیاقی که داری، او شوقی که داری، اصلا او چیزا اصلا برات دیگه معنی نداره. خستگی برای ما گفته شده بود که باید وسیله کم ببریم و کفشی که میپوشیم باید راحت باشه، اما این را براتون بگویم، هر قدرام که کفش راحت بپوشی و آسایش آرامش در سفر داشته باشی، یادت میایه او روزایی، یادت میایه که خاندان پیامبر پای برهنه بودن در اون مسیر و سختی ها آمده بودن. ما شاید با بهترین کفشا رفته باشیم به این مسیر، اما بازم آنقدر اشتیاق سفر بر ما زیاد بود که خستگی را نمی‌فهمیم. وقتی اشتیاق داشتیم دوباره زیتر را بره زود برسیم به مقصد. وقتی یک چند دقیقه وقت مسیر طولانی را می‌رفتیم، یک جایی که استراحت می‌کردیم و چشم ما به ذره گلدسته های حرم حضرت ابوالفضل حضرت امام حسین چشم ما بفته و او آرزویی که داشته باید هر چیزی زودتر بهش نزدیک میشدیم. عراقی های عزیز خیلی دوست داشتن که ما باید با اصرار، حتی میامدن به زور ما رو میفتن بیاین خانه ما، بیاین یه وعده غذا، باید خانه ما به میمان ما باشین. ما میفتیم دیر میشه، باید برای رفتن خود ادامه بدیم که تعداد ما زیاده، پس نمانیم از کسایی که هم سفرهای ما هستن. ما هم ما جا مونده استیم، انشالله که نباشیم. امام حسین باز به طلبی ما را، هیچ وقت از خدا خواستیم جا مونده نباشه، هیچ کس جا مونده سفر کربلا نباشه.